24 خرداد 1401 کرمانشاه پایگاه یکم هوایی بود. هیچ کس از جزئیات این مأموریت به ما اطلاعی نداده، حتی فرمانده پایگاه که خودش هم همراه ما می‌آید. از خبرگزاری صدا و سیما فقط خبرنگار اجازه حضور پیدا کرده و تصویربرداران ما از ارتش هستند. این مأموریت رو به نام دلایلی گفته نمیشه در خدمت هستم. نزدیک به 40 دقیقه پرواز تا اینکه به ما میگویند از اینجا به بعد دیگر چیزی دیگه نمیشود. تا اینجا چند صد نگان زیر زمین در یکی از نقاط کشور عزیزمون هستیم که شما عنوان اولین نفر هستید که اجازه پیدا کردید. فرمانده کل ارتش میگوید خبرگزاری صدا و سیما برای اولین بار اجازه ورود به این پایگاه را پیدا کرده. اجازه مصاحبه و نشان دادن هیچ یک از خلبانان و نیروهای فنی این پایگاه را نداریم. اینجا در ردبندی به کلی سری قرار دارد. بیش از 100 فروند از پهپادهای رزمی، شناسایی و انهدامی ارتش در دل کوههای زاگرس آماده عملیات نگهداری می‌شوند. پهپادهای ایران مثل موشک بالستیک ویرانگرند. این تعبیر بنی گانتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی است. در جنگ‌های ترکیبی امروز پهپاد و موشک است که تعیین می‌کنند پیروز میدان کیست. فرمانده کل ارتش میگوید پهپادهای ایران ویرانگرتر شده. برترین قدرت پهپادی منطقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. این درش هیچ تردیدی نیست. به دلیل نوع پهپادها و تنوع کارهایی که میتونه انجام بده. نمونهش همین ابابیل 5 است. توان حمل مهماتش دو برابر پهپادهایی در کلاس مهاجر 6 شده و میتواند در باند فرودگاهی کمتر از 500 متر به پرواز در بیاید و مسلح به موشک قائم 9 شده که نمونه آمریکایی آن به نام هلفایر در جهان شکارچی اهداف متحرک در سطح زمین است. اما پرچمدار ناوگان پهپادی نیروهای ارتش، این پهپاد کمان 22 نیروی هوایی است با بردی دست کم 2000 کیلومتر. پهپادی راهبردی که سلاح اصلی آن این موشک کروز 200 کیلومتری است که روی آن نصب شده. این موشک با نام هیدر اولین موشک کروزی است که توسط پهپاد شلیک می شود و در لحظه اصابت به هدف سرعتی نزدیک به 1000 کیلومتر بر ساعت دارد. اما موشک کروز فقط بر روی پهپاد کمان 22 نصب نیست. اینجا در این پایگاه پهپاد فوتروس نیروی هوایی هم دارای موشک‌های با برد دست کم 200 کیلومتر است. اولین بار این پهپاد 11 سال پیش در صنایع وزارت دفاع رونمایی شد. فوتروس علاوه بر موشک کروز به بمب‌های لیزری قائم و موشک‌های الماس که سر جنگی شدیدالانفجار دارند هم مجهز شده. مانند کمان 22 اسکادران های این دو پهپاد در دیگر پایگاه های زیرزمینی عملیاتی است و می توانند 24 ساعت بدون بازگشت به پایگاه اصلی خود در آسمان عملیات انجام دهند. علاوه بر فرمانده کل ارتش که در این پایگاه حاضر است، اون چه که امروز شما دیدید بخشی از یک کوه یخی هست که عمده اون زیر زمین هست، قابل نمایش دادن هم خیلی نیست، تنها نمونه هایی را امکانه نمایش دادن وجود داره. سرلشکر محمد باقری میگوید در جنگ های امروز پهپاد حرف اول را میزند و به هر اندازه که نیاز باشد این توان توسعه پیدا میکنه. ارتش با سرعت بالایی در حال توسعه قدرت و توان پهپادیش هست. پهپادهای جدید و با مأموریت های متعدد و متنوع در حال ساخت هست در کشور. خب این در کنار توان و امکانات سپاه دو بازوی قدرتمند پهپادی برای کشور رو ایجاد کرده. این تنها نوک قله یک کوه یخ بود، بخشی از توانمندی زیرزمینی این پایگاه که برای اولین بار به نمایش در آمد. صدها پهپاد ایرانی در امثال جاهایی مثل این پایگاه مستقر شدند و به پشتوانه همین پهپادهاست
که فرماندهان آمریکایی میگویند It continues to menace regional partners and the free flow of commerce through the use of proxies and the proliferation of armed unmanned aerial systems and other munitions. Its pursuit of regional hegemony بعد از 80 سال دیگر قدرت مطلق هوایی در آسمان جهان نیستند. یونس شادلو، خبرگزاری صدا و سیما، در دل کوههای غربی ایران، یکی از پایگاه‌های راهبردی پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران.